سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز توی این ویدیو میخوام خیلی سریع در مورد آپدیت جدید دیپسی که ورژن 3 باتون صحبت کنم که در واقع آپدیت مارچ 2025 هست و خبرهایی از دیروز درس کرده و بعضی ها توی یوتیوب اومدن این رو لوکالی ران کردن که نشون میده که قدرتش خیلی افزایش پیدا کرده هم نسبت به ورژن قبلی خودش در واقع آپدیت های قبلی ویتری و هم نسبت به بقیه هوش مصنوعی حالا بریم خبر رو با هم دیگه ببینیم همونطور که میبینید در واقع این نموداریه که Artificial Analysis توی پلتفرم X گذاشته و میبینید که ما از بین همه در واقع این هوش مصنوعی که اینجا میبینید که مثلا لاما هست جی 4 تی مینی هست و غیره که اینجا میتونید ببینید عمل کرده دیپسیک ویتری آپدیت مارچ 2025 خیلی بهبود پیدا کرده نسبت به چیزی که حداقل خودش قبلا بوده در واقع دیپسیک ویتری قدیمی تر و همچنین بقیه مدل ها میبینید که عملکردش با گراک 3 هم تقریبا یکی بوده ولی خب حالا هر عدد 53 رو دارن ولی میبینید که نسبت به ورژن قبلی خودش در واقع یه پرش خیلی خوب داشته و عملکردش خیلی بهتر شده و نکته ای که وجود داره همونطوری هم که اینجا نوشته در واقع در مورد مدل یا مدل های غیر ریزنینگ نان ریزنینگ مدل هاش هستش که این آپدیت رو دریافت کرده و بهبود پیدا کرده عملکردش خیلی بهتر شده و حالا شما میتونید از اون استفاده کنید ولی نکته ای که وجود داره اینه که اگر وارد خود وبسایت در واقع دیپ سیک بشید که البته من هر بار که از این دیپ سیک خواستم استفاده کنم یه بار کار کرد دو بار کار کرد بعد به مشکل خورد باز دوباره قطع شد یعنی واقعا متوجه میشیم که سروره خیلی قوی نداره و منم مدت زیادیه که خ... سعی میکنم خیلی ازش استفاده نکنم گهگاه میرم سراغش ولی واقعا خیلی برام کاربردی نبوده با اینکه میدونم قدرت خیلی خوبی داره خیلی نمیرم سراغش و خیلی باش کار نمی کنم آخرین باری که خواستم استفاده کنم توی این ویدئویی که یه جا عکسش میذارم که مقایسه خواستم بکنم متاسفانه وسط کار عمل کردش مختل می شد و من نمیتونستم مقایسه رو انجام بدم به همین خاطر مجبور شدم که جمنای و چجیبیتی رو با گراک مقایسه کنم به هر حال اینجا چیزی هنوز دیده نمیشه در مورد یا حداقل صحبتی نشده احتمال داره که همینطوری که ما اینجا راند کنیم خودش با اگر مدل ریزنینگ رو انتخاب نکنیم با ویتری انجام بده ولی آخرین خبری که اومد و همه در موردش صحبت میکردن همین نمودار بود که بهتون نشون دادم حالا باز اگر اطلاعات جدیدی به دست بیارم و بتونیم استفادهش کنیم و مقایسهش کنیم حتما در موردش براتون ویدیو درست میکنم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید سعی کردم فقط خبر رو خیلی سریع و خلاصه بهتون بگم ویدیو هم طولانی نمیشه اگر شما ازش استفاده کردید یا به نحوی لوکالی رانش کردید و تجربه ای ازش دارید لطفا توی کامنت ها بگید من خودم به شخص خیلی تجربه دلچسبی با دیپسیک نداشتم ولی خب مطمئنا هوش مصنوعی قوی هست در واقع مدل قوی هست و فقط تنها مشکلی که داره اینه که خب سروراش خیلی کند هستن خب دیگه ویدیو رو طولانی در نمی کنم خواستم همین اطلاعات رو بهتون در میون بذارم مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و با من بودید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما کانال هم سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار